سلام به بینندگان عزیز تلویزیون تصویر ایران. دکتر آتوسا مهدوی هستم. یک نیم ساعتی در خدمتتون خواهم بود و طبق معمول برنامه‌های گذشته در مورد مسائل متفاوتی که در زمینه سلامتی هستش، البته از دیدگاه طب جایگزینی alternative medicine و یا integrative medicine با هم دیگه صحبت می‌کنیم. در برنامه‌های گذشته در زمینه‌های متفاوتی صحبت کردیم، به طور کلی در ارتباط با سلامتی و همینطور نقش استرس در مورد سلامتی و تأثیراتی که در فیزیولوژی بدن داره. چون یکی از مهمترین مسائلی که امروزه تشخیص تمام پزشکا و جامعه پزشکی هستش، چه آلترناتیو مدیسن چه ترادیشنال مدیسن، این هستش که استرس یکی از مهمترین عوامل ناراحتی های متفاوت و مریضی های متفاوت هست. بنابراین خیلی مهم هستش که ما در موردش آگاهی داشته باشیم و بدونیم که چجوری میتونیم باهاش کوپ بکنیم. و بعد از اون بحثی که راجع به استرس داشتیم در مورد اینی که چطوری استرس باعث دردهای عضلانی میشه صحبتی داشتیم و اینی که بیشتر دردهای ما و دردهایی که اکثر 80% دردهایی که دردهای کمر هستش، کمر مجموعی هستش از قسمت گردن upper back یا اون قسمتی که بین دوتا شونه وجود داره یا استخونهای شونه که در پشت هست، و middle back و بعد lower back که دقیقا بالای باسن ما وجود داره، یه مقداری هم امتداد پیدا میکنه به روی عضله های باسن. این قسمت پشت بدن هست که بیشتر 80% گفتیم دردهایی که در این نواحی وجود داره ناشی از عضلات هست و گرفتگی عضلانی و دردهای عضلانی. ما در برنامه گذشته صحبت کردیم که چه مسائلی باعث میشه که عضله پشت بدن بگیره و یا گرفتگی عضلانی به وجود بیاد و عوامل مختلف شیمیایی رو در این زمینه راجبش صحبت کردیم و این امتدادش به استرس که چرا اگر استرس رو ما داریم اکسپریانس میکنیم یا کارهای متفاوتی در مدت زمان کوتاه به طور مرتب داره انجام میشه و اکسیژن کمی که به بدن ما میرسه و بعد متابولیزم بدن انسان ها که با در حقیقت ایروبیک هستش، یعنی با اکسیژن همراه هست، وقتی که این اکسیژن رو کم میاره چجوری در عضلات ما مقداری اسیدهای متفاوتی جمع میشه که یکیشون هست لکتیک اسید که باعث گرفتگی عضلانی میشه، که بعد صحبت شد راجع به اینی که وقتی که این اتفاق میفته چقدر مهم هستش که استرچ کردن و یا ورزش و یا نرمش های یوگا چقدر ضروری هستش که این سایکل درد و گرفتگی و اینفلمیشن رو از بین ببره. حالا اگر ما در این زمینه هیچ اقدامی نکنیم، یعنی این گرفتگی عضلانی ادامه پیدا بکنه، و اصولا هم ما بیشتر این نوع دردها رو از سنین 20-25 به بالا شاید تجربه بکنیم و یا مثلا حتی 30 به بالا که این دردها کم کم خودشون رو نشون میدن و این کوپینگ مکانیزم توی بدن ما به یه لولی میرسه که دیگه اون قدرت اینو که خودش هندل بکنه سیستم این اسیدیتی رو در توی عضلات نداره و در حقیقت این ماشین بدن هم هر چقدر که بیشتر ازش استفاده میشه این در حقیقت گرفتگی ها این خشکی ها حالت کرونیک پیدا میکنه و به همین دلیل هست که دیگه مثلا میشه گفت از سنین 30 به بالا یا حتی در زمینه هایی که جوان ها افراد بین 20 تا 30 خیلی اکتیو هستن و یا به طور طولانی در مدرسه هستن در اثر دولاب بودن سر روی کتاب ممکنه نواحی گردنشون نشون درد بگیره، حمل کردن بک های سنگین، چیزهای از این قبیل. اما به طور کلی سنین بعد از 30 اگر ما توجهی به این گرفتگی عضلانی نکنیم و در موردش کاری انجام ندیم
یک مدت زمانی طول میکشه که انقدر حرکت در بدن ما به علت گرفتگی عضلانی و یا سفتی اون عضله ها، نوع حرکت در مفاصل ما یعنی در جوینت های ما عوض میشه و ما به این میگیم بایومکانیکس آف موومنت. وقتی این بایومکانیک حرکت در بدن ما به علت گرفتگی عضلانی عوض میشه، ما فشاری که روی مفاصلمون روی جوینت هامون گذاشته میشه باعث اون فشار مضاعف کم کم در طول مدت زمان طولانی، همین جوری که در حقیقت ما سنمون هم بالاتر میره، باعث اینفلمیشن در اون مفاصل میشه که بعد این اینفلمیشن خودش در دراز مدت تبدیل به اون نوع آرتروزی میشه که ما بهش میگیم دیجنراتیو آرترایتیس که مربوط به فرسودگی میشه. بحث رو از استرس و گرفتگی عضلانی و بعد به آرتروز کشوندیم. حالا وقتی که سن بالاتر میره، بعد از یه مدتی که این دردهای ما مزمن شده و کرونیک شده، ما پیش دکترمون میریم و دکترمون یه عکس از ما میگیره، یعنی ایکس ری از ما میگیره و به ما میگه که شما آرتروز دارید و ما اصلا میمونیم که حالا ما چجوری این آرتروز رو گرفتیم. به همین دلیله که من یه مقداری میخواستم یک اطلاعاتی به شما بدم در زمینه اینی که اون نوع آرتروزی که در سنهای بالاتر بهش میگن دیجنراتیو آرترایتیس یا آرتروزی که هست از فرسودگی و یا سایش یا استفاده از این ماشین بدن در طول مدت زمان طولانی و ازش تیکر نکردن و ورزش نکردن، نرمش نکردن، حرکت نداشتن، لایف استایل غلط، حتی روش غذا خوردن غلط، پاسچر غلط، نوعی که ما حرکت میکنیم، تمام اینها و حتی اون نوعی که ما مایندمون و در حقیقت سپریت یا مایند یا روحمون با مسائل مختلف داره دست و پنجه نرم میکنه، چون هر حالت روحی در ما میتونه باعث یک نوع پاسچر و یک نوع فرم بدن بشه. شاید دقت کرده باشین وقتی که شما خوشحال هستین بدنتون یک فرم پیدا میکنه، وقتی که غمگین هستین یک جور دیگه. افرادی که دیپرس هستن معمولا دیدین خیلی شونه هاشون میاد جلو، سرشون میفته پایین و هر حالت روحی در بدن یک نوع فرم رو در بدن، یک نوع شکل نگه داشتن بدن رو در ما به وجود میاره. بنابراین میبینیم که چگونه یک زنجیره از عوامل متفاوت هست که دست به دست هم میده که شما مثلا 50 یا 60 سالتونه، دردتون مزمن شده، پیش دکتر میریم میگه شما آرتروز دارید. حالا این آرتروز که اکثر آدم ها آرتروز یا آرترایتس یک مسئله هستش که من امروز یه مقداری میخوام بازش بکنم. اولا از اینی که آمار نشون میده که یک چیزی حدود 40 میلیون شخص به طور مرتب در امریکا دچار بیماری آرتروز هستن و این فقط در ادالت بزرگسالان نیست، در بچه ها هم دیده شده. یه چیزی حدود 300 هزار کودک مبتلا به بیماری های متفاوت آرتروز هستن و این اقتصاد امریکا رو یک چیزی حدود 65 بیلیون دلار در سال برای اقتصاد امریکا هزینه داره، هزینه درمان های پزشکی و همین گونه lost wages، یعنی از افرادی که به دلیل آرتروز دیگه نمیتونن کار بکنن و از لحاظ مالی بردنی میشن برای اقتصاد امریکا. و حالا افرادی که آرتروز دارن، آرتروزهای متفاوت دارن، معمولا از داروهای متفاوت آنتی اینفلاماتوری ضد تورم استفاده میکنن. حدود 10,000 مرگ در سال در امریکا اتفاق میفته به دلیل ساید افکت های این داروهای ضد تورم. ما بهش میگیم NSAIDs که در حقیقت داروهایی هستن که نان استروئیدال
انتای اینفلاماتوری مدیکیشن و اینها به علت خونریزی که در درون معده ایجاد میکنند بیشتر مرگ و میر به علت این خونریزی در یا آلسری هستش که در معده تولید میشه که به طور کرونیک خونریزی داره و یه چیزی حدود 10,000 نفر در سال به علت استفاده از این داروها جونشون از دست میدن. و بعد یک داروهای دیگه که استرویدال هستن، ما گفتیم که نان استرویدال ها باعث آلسر و خونریزی معده میشن، اما دواهایی هست، داروهایی هم هستش که استرویدال هستن، یعنی کورتیکوستروئیدز که به شما داده میشه برای اینکه از دردتون جلوگیری بشه، که بیشتر وقتا اینها هم ساید افکت های بسیار زیادی دارن. یکی از مهمترین ساید افکت ها آستیوپروسس هست، پوکی استخوان که به وجود میاد و از بین رفتن بالانس هورمون های بدن که بعد خود اون باعث بسیاری از عوارض دیگه در بدن میشه و از این قبیل ساید افکت ها. حالا این آمار رو که راجب آرتروز راجبش صحبت کردیم، انواع مختلف آرتروز داریم. اگر که سلاید شماره 3 رو ما بتونیم ببینیم خیلی ممنون میشم. شماره 3 نه، توی پاورپوینت من این شماره 3 نیست. در به طور کلی من انواع بیشتر معمول آرتروز رو خدمتتون میخوام توضیح بدم. یکیش هست آستیو آرترایتس یا همون دیجنراتیو آرترایتس که گفتیم آرتروز فرسودگی یا فرسایش که سن که بالا میره اتفاق میفته. و آقای کارگردان، این سلایدی هستش که 4 نوع آرتروز رو داره نشون میده و با رنگ قرمز نوشته شده. More common among women. این با یه همچین تایتلی هستش بالای سلاید. پس انواع بیشتر متداول آرتروز آستیو آرترایتس که در اثر حالا بالا رفتن سن، البته این مجبور اون نست، این سلاید درست نیستش، من نمیدونم، من پاورپوینت رو برای شما که فرستادم همون مال خودم. اوکی. یه دونه قبل از اونه، یه سلاید قبل از اونی که الان نشون دادید. و یکی دیگه روماتوید آرترایتس، حتما شنیدین خیلی ها میگن من روماتیسم دارم. اینم یک نوع دیگه آرتروز هستش، یک نوع خیلی شدیدتری هستش از دیجنراتیو آرترایتس که آرترایتسیه که در اثر فرسودگی هستش یا سن که بالا میره، که میگم باز اون نوع آرترایتس که در اثر فرسودگی هست نه این هم نیستش. اوکی. نه این سلایدش، یعنی من فکر نمی کنم پاورپوینت شما با من باید فرقی بکنه، همون سلاید شماره 3 باید باشه. نه اوکی. و روماتوید آرترایتس یک آرترایتس خیلی شدید تره که بیشتر در خانوم ها متداوله و بیشتر هم در سنین بین 30 تا 60 اتفاق می افته. و بعد سوریاتیک آرترایتس و روماتوید آرترایتس هر دوتا انواع اینفلاماتوری آرترایتس هستند، یعنی آرتروز هایی هستند که با اینفلامیشن و تورم شدید مفاصل همراه هستند و هر دوتا بیماری های کرونیک و مزمن هستند. و بعد نوع دیگه ای که کمتر متداول هستش فایبرومایالجیا. سوریاتیک آرترایتس یک نوع آرتروزی هستش که همراه با تورم و یا اینفلمیشن و کرونیک و یا مزمن بودن، این در حقیقت پوست بدن رو هم تحت تاثیر قرار میده. و آقای اندرو اگر شما نگاه بکنید به سلاید ها، یه دونه سلاید هستش که زانو هست، اونو میتونید نشون بدین لطفا؟ نه ایکس ری نیستش، یک سلایدیه که زانوها رو نشون میده. بله این سلاید شماره 6 هست در حقیقت. شما این الان سلایدی که دارین میبینین روماتوید آرترایتس هستش که نشون میده تورمی رو که در زانو وجود داره. روماتیسم یکی از مشخصه هاش اینه که شدیداً
تورم وجود داره و درد شدید و در حقیقت اون کارتیلج های دور جوینت که ما بهش میگیم سینوویال جوینت فرسودگی پیدا میکنه و ما به روماتوید آرترایتس خیلی متشکرم، میتونین از روی سلاید برگردین تو استودیو. بعد این هم گفتیم یک مسئله مزمنه، هم گفتیم یک مسئله یعنی اینفلاماتوری هست، در این حال آتو ایمیون دیزیز هستش، یعنی جزء دسته آتو ایمیون دیزیز ها هست. که آتو ایمیون چی هست؟ یعنی ما در سیستم دفاعی خودمون سلول هایی داریم که میاد سلول های خارجی رو پیدا میکنه، مشخص میکنه، پیدا میکنه و اونها رو از بین میبره. مثلا اگر ما یک میکروبی در بدنمون وارد شده یا یک ویروسی وارد شده، یک جسم خارجی که مال خود بدن ما نیست و بدن ما این رو ریکوگنایز میکنه به عنوان یک عضو، یک سلول خارجی، به اون اتک میکنه. روماتیسم، در روماتیسم اتفاقی که میفته و یا در تمام آتو ایمیون دیزیز ها اتفاقی که میفته، سیستم دفاعی ما سلول های خودی بدن رو سلول های خارجی تشخیص میده، یعنی اشتباه میکنه و بعد سلول های خودی رو مورد حمله قرار میده. در روماتیسم همچین اتفاقی میفته و سیستم دفاعی ما شروع میکنه حمله کردن به اون سینوویال جوینت و سلول های خودی که در مفاصل ما بود.